داستان مهرداد پولادی تو کرمان شنیدنی و البته تأسف برانگیزه. پولادی فکرشو نمی کرد که در اولین بازی با تیم سابقش تماشاگرای کرمانی اینقدر بهش محبت کنن. مربی پرسپولیس هم که اوضاع رو اینطوری دید خیلی زود دست به تعویض مهرداد زد. این بازیکنم به جای نشستن روی نیمکت یه راست رفت رختکن و شروع کرد به پایین آوردن شیشه های اونجا، البته با مشت و لگد. گویا آقای پولادی یه برخورد خیلی شدید اینجا با در رختکن پرسپولیس داشتن. شیشه رو بله، مثل اینکه این شیشه هم یه جورای مشتیشون رو لمس کرده متاسفانه و خب یه جراحتی بهشون وارد کرده. آقای فولادی خب با شیشه شکستنش البته راضی نشده و خب یه جورایی با تخته وایت بورد که آنالیز تیم‌ها روش انجام میشه. آخر بازی هم مسئولین ورزشگاه کرمان جلوی اتوبوس پرسپولیسیا رو گرفتن و گفتن تا خسارت شیشه ها رو ندید نمیذاریم بریم. سرپرست تیم پرسپولیس هم مجبور شد 200,000 تومان بده و خلاص. با اینکه کار پولادی کاملا غیر حرفه‌ای و بچگانه بود، اما کار تماشاگرای کرمانی هم اصلا قابل دفاع نیست و همون حرکات باعث شد تا این حاشیه‌ها به وجود. آسمان پرسپولیس دوباره ابری شد. قرمزپوشان پایتخت که امروز یک دست سفید پوشیده و از پیروزی هفته گذشته مقابل راه آهن روحیه مضاعف گرفته بودند، به امید شکستن طلسم ناکامی در کرمان به خونه مسیحا رفتن، اما با گل دقیقه 16 مصطفی شجاعی غافلگیر شدن. تنها 2 دقیقه پس از اون که محمد نوری با بی‌دقتی در گشودن دروازه مس ناکام موند، رضا عنایتی با سر توپ رو برای شجاعی فرستاد و اون هم دروازه نیلسون برزیلی رو باز کرد. پس از این گل پرسپولیس حملات زیادی داشت و بالاخره دقیقه 45 مهدی مهدوی کیا که در زدن ضربه‌های ایستگاهی مهارت زیادی داره دروازه مصر رو گشود تا دو تیم با تساوی 1-1 به رختکن برن. شاگردان مانوئل جوزه در نیمه دوم هم با میل تهاجمی بیشتر وارد زمین شدن، اما باز هم مصطفی شجاعی با حضور به موقع در زمین این تیم تونست با شوتی سرکش گل برتری مصر رو به ثمر برسونه و نتیجه رو 2-1 به سود شاگردان ابراهیم قاسم پور کنه. سرخپوشان تهرانی بعد از دریافت این گل به آب و آتش زدن تا شاید کار رو به تساوی بکشونن، اما تلاش اونها بی نتیجه بود. البته شاگردان مانوئل جوزه بین دقایق 63 تا 71 فرصت‌های خوبی نصیبشون شد اما به هدر رفت. انصاری فرد دقیقه 71 جلوی دروازه مس توپ رو به هوا زد تا آه از نهاد بازیکنان و طرفداران این تیم بلند بشه. جوزه در 15 دقیقه پایانی برای تغییر نتیجه جواد کاظمیان و غلامرضا رضایی رو هم به میدان فرستاد تا با مهاجمانی بیشتر به دروازه مس حمله کنند، اما حملات پرسپولیسی ها راه به جایی نبرد و مثل کرمان به برتری 2-1 رسید.